اکثریت پارلمان استونی در بیانیه‌ای با عنوان حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی، حمایت خودش رو از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی اعلام کرد. رئیس و نایب رئیس پارلمان استونی و اکثریت اعضای اون، یعنی 62 نماینده از 101 نماینده پارلمان استونی، از مقاومت ایران حمایت کرده و خواستار لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران شده. دو نخست وزیر، یک وزیر خارجه پیشین، رهبر گروه پارلمانی سوسیال دموکرات و رؤسای کمیسیون‌های خارجه، دفاع، امور اروپایی، اقتصاد، کنترل بودجه، قانون اساسی، مالی، امور اجتماعی و محیط زیست در میان امضا کنندگان بیانیه هستند. ناصر رضیعی در این مورد برامون توضیحات بیشتری داره. با سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. هفته گذشته اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان استونی شامل 62 نماینده از 100 نماینده، من جمله رئیس این پارلمان، بیانیه‌ای را در حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، امضا کردند و ضمن اون خواستار نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان تروریستی شدند. این بیانیه توسط 8 رئیس کمیسیون، من جمله کمیسیون خارجه، کمیسیون دفاع، امور اروپایی، اقتصاد، کنترل بودجه، قانون اساسی، مالی و محیط زیست امضا شد. در ضمن در جریان برگزاری اجلاس پارلمانی، ریاست جلسه ضمن اعلام حضور هیئت مقاومت ایران در پارلمان استونی، تشکیل گروه دوستی ایران آزاد در پارلمان این کشور رو اعلام کرد و از نمایندگان خواست که به اون بپیوندند. این بیانیه 5 خواسته اصلی داره که در اون محکومیت نقض حقوق بشر، فراخوان به حسابرسی از مسئولان قتل عام سال 1988، همچنین خواستار حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران شده که در اون برای یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد تاکید شده و از اون خواسته شده که از اون حمایت بشه. ماده 3 این بیانیه اقدامات رژیم علیه مخالفین ایران در کمپ اشرف 3 در آلبانی رو نمایندگان محکوم کردن قویاً و بر حق اونها تحت کنوانسیون 1951 ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تاکید کردن. ماده دیگه، ماده 4، با توجه به اینکه رژیم ایران تمام مسیرهای سیاسی رو مسدود کرده، اونها تاکید کردن که جهان باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی مجاهدین خلق رو برای مقابله با سپاه پاسداران به رسمیت بشناسه. ماده 5 هم ضمن محکومیت نقش مخرب رژیم در خاورمیانه و جنگ حضورهای اون، خواهان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران رژیم شدن و همچنین اجرای تحریم‌های نفتی کامل علیه رژیم.